اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و درود و احترام خدمت شما بینندگان گرامی، برادران و خواهران عزیز. امیدوار هستم هر جایی که هستین و از هر جایی که ما رو میبینین صحتمند و تندرست باشین و روزهای با برکت و روزهای با ارزش ماه مبارک رمضان را با خوبی و با نشاط سپری بکنین. عزیزان، در سلسله برنامه فرصت‌های رمضانی قرار دارم در خدمت شما و امروز یکی دیگر از فرصت‌هایی که در ماه مبارک رمضان هست ما خواسته و نخواسته از آن استفاده می‌کنیم و این فرصت در زندگی ما مهیا شده، اما چگونه از این فرصت بهتر استفاده بکنیم، چون این فرصت در غیر از ماه مبارک رمضان نیست یا اگر هم هست کمتر هست و ارزش و جایگاهی که در ماه مبارک رمضان دارد در غیر از ماه مبارک رمضان این جایگاه و این ارزش را نمی داشته باشه. در ماه مبارک رمضان گاهی اوقات ما یک عمل را، یک کاری را فقط برای خود انجام می دهیم. معمولا خوردن و نوشیدن ما مربوط به خود ما می شود. هر قدر بخوریم، هر قدر بنوشیم، منفعتش را خود ما می بریم. اما خداوند رحمان، الله تبارک و تعالی، گاهی اوقات همین خوردن و نوشیدنی که برای خود ما انجام می دهیم و تنها منفعت شخصی برای خود ما دارد، همین را برای ما اجر می دهد، مزد می دهد، ثواب می دهد و همین را برای ما فرصتی می گرداند تا از این فرصت یک دریچه باشد به سوی توبه کردن، همین فرصت دریچه باشد به سوی رجوع به الله جل جلاله، همین فرصت عاملی باشد برای دعا کردن و خواستن از الله تبارک و تعالی خواسته ها و نیازهای خیش را. در ماه مبارک رمضان ما فرصت سحری کردن را داریم. اولا سحری کردن عبارت از وعده غذایی است که قبل از اذان صبح برای اینکه ما روزه بگیریم این وعده غذایی را غذا می‌خوریم تا اینکه روز را با انرژی و با نشاط و قوی تر روزه بگیریم و روز را بتوانیم فرض الهی را به صورت صحیح و با قدرت بدنی بهتر روزه و فرض الهی را به جای بیاوریم. پس یک وعده غذایی هست قبل از اذان صبح یا قبل از طلوع صبح، طلوع فجر صادق یا صبح صادق، یعنی قبل از اذان که میدهند، همین فرصت یک وعده غذایی هست و مسلمانان از این وعده غذایی استفاده میکنند، غذا میخورند، نان میخورند، طعام میخورند برای آمادگی فرض الله و برای آمادگی انجام روزه که همان فرض الله تبارک و تعالی میباشد. این روزه یکی از سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در احادیث متعدد امتیان خود را، اصحاب خود را و ما را تشویق می کرد برای اینکه سحری بکنیم. سحری فرض نیست، لازمی نیست که ما سحری بگیریم، ولی سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست و سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم بی حکمت نیست. حکمت های زیادی در سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم نهفته است که باعث می شود در زندگی خود و در لحاظ جسمی و روحی آن حکمت ها را ما در زندگی خود پی ببریم و به کشف آنها برسیم. حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه می فرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمودند سحری بخورید. ما را تشویق می کردند به سحری خوردن و این که وعده غذایی قبل از اذان صبح در ماه مبارک رمضان حتما انجام بدهید، چون در سحری برکت هست. و یک توصیه دیگر را که پیامبر صلی الله علیه و سلم می کردن و یک از سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم هست این که در سحری باید ما تأخیر داشته باشیم. معمولا اگر اذان صبح یا اذان صبح صادق یا طلوع صبح صادق قبل از ساعت 4 هست یا ساعت 4 هست، ما همون 3:30 که سحری بکنیم کافیست، یعنی در اخیرترین و در آخرین لحظات قبل از طلوع صبح صادق سحری بکنیم. این سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سحری کردن تأخیر می کردن و در افطار کردن عجله می کردن. وقتی لحظه افطار می رسید با عجله افطار می کردن، یعنی بعد نه اینکه نماز شام را ادا بکنن و بعدش افطار بکنن، قبل از نماز شام به مجرد اینکه آفتاب غروب میکرد و اذان شام داده میشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم با جرعه آبی، با نیمه خرمایی، با نانی، با هر غذایی که حاضر بود افطار میکرد و روز را ختم میکرد. پس در سحری تأخیر و در افطار تعجیل از سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست.
این سحری کردن یک وعده غذایی هست. ابتدا هم گفتیم یک وعده غذایی هست که منفعتی برای خود ما دارد، اما یک فرصتی است در رمضان که ما می توانیم از این فرصت به نفع اخروی خود از این فرصت استفاده بکنیم. پیام هایی در سحری کردن و در سحری خوردن نهفته است که ما از این پیام ها را اگر استفاده بکنیم، سحری ما، این غذای خوردن ما، این بیدار شدن ما در نیمه شب و به خاطر الله غذا خوردن، به خاطر برپایی روزه و به خاطر این که ما روزه را صحیح‌تر، درست‌تر و کامل‌تر بتوانیم انجام بدیم، چون فرض الهی هست نیمه شب بلند می‌شویم و آمادگی می‌گیریم، این را برای ما الله متعال اجر می‌دهد. اولین پیامی که سحری برای ما دارد، سحری خوردن این هست که گاهی اوقات به خاطر الله بیاین عرف و عادات خود را کنار بگذاریم. ما قبل از رمضان و یا در غیر از رمضان عادت نداریم نیمه شب بلند شویم و غذا بخوریم. سحری کردن می آید و برای ما می آموزانید این سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را. یک کاری را اگر عادت هم نداری، به خاطر الله متعال این را در زندگیت پیاده بکن، صاحب خیر و صاحب اجر و صاحب مزد می شوی. همیشه تمسک جستن به عرف و عادات، همیشه تمسک جستن به روال عادی زندگی خیر نیست، بلکه گاهی اوقات به خاطر الله بعضی چیزهای خلاف عرف بیا انجام بده. حتی یک وعده غذایی که شده، این وعده غذایی سحری خلاف عرف هست. هیچ منطقی و هیچ جایی را شما سراغ ندارین که بیاین قبل از نیمه های شب بلند شوند، غذا بخورند و پس بخوابند یا نخوابن. یعنی در آن ساعت و در آن تایم هیچ کس و هیچ منطقه این عرف را ندارن. ولی خلاف عرف در ماه مبارک رمضان هم اکثریت جا کشور که اکثریت جاهای جهان که مسلمان ها زندگی میکنن، در این تایم بلند میشوند و سحری میکنن. پس خلاف عرف و عادت یک سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را در زندگی خود پیاده میکنن. پس بیاییم گاهی اوقات عرف و عادات را و بعضی عادات را فقط به خاطر الله ترک بکنیم، یا بعضی عادات و عرف و عادات را به خاطر الله تغییر بدیم. دومین پیامی که سحری کردن برای ما دارد این هست که اعمال فرضی و اعمالی که الله متعال بر ما فرض کرده، سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باعث می شود تا با انجام سنت ها و با پیروی از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرض الهی بر ما آسان تر باشد و آسان تر بتوانیم فرض الهی را انجام بدهیم. روزه را الله متعال بر ما فرض کرده و بر هر مرد و زن عاقل و بالغ، کسی که به سن بلوغ رسیده و مسلمان هست، فرض هست تا روزه بگیرد. اما سحری کردن فرض نشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم این سنت را بر ما نهاد که ما با خوردن سحری انرژی بدنی خود را تکمیل بکنیم و بتوانیم روز را قویتر، سالمتر و مستحکمتر روزه بگیریم. پس سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باعث می شود تا ما آسانتر و صحیحتر فرض الهی، به فرض الهی تمسک بجوییم و فرض الهی را ادا بکنیم. و سوماً پیامی که سحری کردن برای ما دارد این هست که ما را عادت می دهد برای استفاده کردن از یک فرصت دیگر، و برای ما می آموزاند تا از فرصت‌های دیگری که در این تایم هست و در این وقت هست از آن استفاده بکنیم. سنت نماز تهجد یکی از سنت‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست. یکی از نمازهای با ارزشی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن همیشه تمسک می‌جستند و همیشه در نیمه های شب با الله متعال راز و نیاز می‌کردند. چه خوب است با استفاده از فرصت سحری کردن، قبل از آماده شدن غذای سحری، دو رکعت نماز را به خاطر الله و تهجد، دو رکعت تهجد را ادا بکنیم و دعا بکنیم. پس سحری فرصتی است برای اینکه ما بیاموزیم چگونه عرف و عادات خود را تغییر بدهیم، اینکه بیاموزیم گاهی اوقات به خاطر الله عادتهای خود را تغییر بدهیم، اینکه بیاموزیم سنت‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر سختگیری بر ما نیست. سنت‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امور عبادی را بر ما سخت نمی‌کند، بلکه سنت‌های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آسان کننده است و راهی است برای این
که فرائض الهی بر ما آسان بشود و سومن این که سنت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک روش زنجیره است. وقتی ما با سنت سحری کردن تمسک می جوییم، در ماه مبارک رمضان سنت سحری کردن را به جای می آوریم، می توانیم در این فرصت سنت تهجد را نیز ادا بکنیم و به سنت تهجد نیز تمسک بجوییم. پس سحری کردن و خوردن غذایی که ما قبل از اذان صبح و قبل از طلوع صبح صادق آن را انجام میدیم به خاطر فرض الهی، اولا تقویت بدنی به خود ما هست به خاطر اینکه روزه را تکمیل بکنیم، ولی فضائل و جایگاه ویژه نیز نزد الله تبارک و تعالی دارد. در سحری خوردن برکت هست، در سحری خوردن تمسک به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، در سحری بیدار شدن تمسک به سنت تهجد یا سنتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه بر آن تمسک می جستند و بر آن تداوم داشتند بر این هست. پس سحری خوردن یک فرصتی است که در ماه مبارک رمضان هست، در غیر از رمضان برای ما شاید سخت باشد، پس بیاین از این فرصت استفاده نیکو را بکنیم و بیاموزیم، هم استفاده بکنیم از فرصت‌های رمضانی و هم بیاموزیم بعد از رمضان که چه پیام‌های رمضان بر ما داشت، این فرصت‌های رمضانی را که استفاده کردیم چه چیزی برای بعد از رمضان بیاموزیم، این هم برای ما بسیار مهم هست. خداوند جل جلاله برای همه ما و شما توفیق عمل صالح عنایت بفرماید. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. تا برنامه دیگر و فرصت دیگر شما را به الله متعال می سپارم. وقتتان خوش. الله یار و نگهدارتان.